راهپیمایی امسال هواداران جبهه ملی فرانسه در روز اول ماه مه تفاوتی عمده با سالهای گذشته داشت، چرا که یک هفته مانده به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، رهبر راستگرایان تند را قرار بود با اعلام نظر خود تا حدودی تکلیف این انتخابات را مشخص کند. مارین لوپن که در دور اول 18% آرا را کسب کرده بود، اما از هیچ یک از دو نامزد راه یافته به دور دوم حمایت نکرد. او گفت روز یک شنبه من رأی سفید به صندوق می اندازم. خانم لوپن در ادامه گفت نیکولا سارکوزی یا فرانسوا اولاند هر دو به طور کورکورانه سیاست های ریاضت اقتصادی را اجرا خواهند کرد. هر دوی آنها فقط تابع برنامه های صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا خواهند بود. هفته آینده انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار نمی شود، بلکه فقط یک کارمند برای بانک مرکزی اروپا انتخاب می شود. ژان لوک ملانشون نماینده جبهه چپ که 11% آرا را در دور اول به دست آورد، بلافاصله از طرفداران خود خواست به فرانسوا اولاند رأی بدهند.